علامه این چی نشون نمیده، فکر کنم خراب شده. خب درشو بردار. درشو بردار. ابله در دوربینو بردار. اوه یادم رفت. اوه چه تیپی شده یا جنیفر پسن؟ زیر ازن شوخی ناموسی هم نکن دیگه. همه چی میزونه. آقا درجه یک. فقط یاد باشه اعتماد به نفس داشته باشی. همین. اینم بدون هر اتفاقی بیفته حاجیت کنارته. میدونم تو موفق میشی. بیا داداش. بیا اینم بزن. این دیگه چی؟ بزن دیگه، بزن جیگولتر میشی. چقدر زایه است. آقا زایه الان مود شما بزن. نمیزن. حامد میگم بزن یه عجب آدمی هستی یا؟ اعتماد به نفسمو میریزه بهم. اون اعتماد به نفسی که تیک پارچه بخواد به من برسه باید باچی. آقا قرار امروز عصبانی نباشی. بزن اونو تمومش کن. امروز تو اینقدرم استرس نداشته باش جوری داشت. من استرس ندارم. دنگ چوری نگاش دهنه داره صافش بعد میگم من استرس ندارم. داره گند میزنی به اعصابم. کسی که استرس داره واکنشاش یه جور دیگه است. حالتای من مال کم خوابیه. آقا دقیقاً همین واکنشا رو داره. حامد. یه دقیقه واسه. جون داداش بیا جلو. بیا. یه دست تکون بده. بیا حد دست تکون داد. قشنگ معلومه دهنه داره صافش استرس داره دیگه. بس دیگه جمعش کن. یه روزایی تو زندگی آدم ها هست که سالها برای اومدنش انتظار میکشن. من سختی های زیادی کشیدم تا یه روز این کار انجام بدم. من باید اونو تحت تأثیر قرار بدم تا منو قبول کنه. این کار هم برای من پول داره، هم تمام چیزهایی که تو این مدت از دست دادم به هم بر میگردونه، مثل غرور، آبرو، عشق و خیلی چیزهای دیگه. زندگی چیز عجیبیه. یه دفعه ممکنه با برخورد به یکی از همین آدمایی که الان دور و برم هستن و من نمیشناسمشون مسیر زندگیم عوض بشه. من اینو میدونم که باید به بعضی رو نخورد و جا خالی داد. بعضی ها رو هم پذیرفت. بعضی وقتا رسیدن به خوشبختی اینقدر راحته که فکرش هم نمی‌کنی و بیخیالش میشی. ولی یه روز میفهمی که خیلی دیره و خوشبختی دیگه مال تو نیست و تو برای به دست آوردنش باید از نو شروع کنی. اسمت چی بود؟ حامد. تو میدونی در روز چند نفر تا پشت در این اتاق میان ولی رنگ این اتاق رو نمیبینن؟ خیلی خیلی زیاد. دکتر، مهندس، لیسانس، فوق لیسانس، با تجربه، ولی تو این اتاق نمیتونن بیان. ولی من اینجا. خب طبق چیزایی هم که این تو نوشته تو دانشگاه تو ول کردی، تجربه هم نداری. بله. خب ولی حتما یه قابلیت های دیگه داری که تونستی از هفخان بگذری و برسی اینجا. البته از حق نگذاریم، خانم منشی هم خیلی تعریف تو کرده. منو گفتم خب حتما یه ویژگی داری. من خیلی به این کار علاقه دارم، فکر میکنم بتونم توش رشد کنم. من چرا باید مدیریت فروش یکی از شرکت‌های زیر مجموعه‌مو بدم به دست کسی که فقط علاقه داره میخواد رشد کنه ولی بی تجربه است؟ چرا؟ من آدم معمولی نیستم. اینجا هیچ کس معمولی نیست. اینو یادت باش. برای همینم است که ما رشد کردیم، بزرگ شدیم و روز به روز اعتبارمون داره بیشتر میشه. بیان جان گوش کن. تق 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 این صدا رو میشنوی؟ بله. صدای این چیزه هم یه رو که جلو کامپیوتر چی برد؟ کیبورد. همین. میدونی هر انگشتی که به یکی از اون دکمه ها میخوره چه عددهایی جا به جا میشه؟ عددهایی که تو مخت سوت میکشه. خب حالا تو برای من بگو تو چی کار میتونی بکنی که عدد ما رو ببری بالاتر؟ بگو. چرا دنبال کسی میگردین که سابقه و تجربه داشته باشه؟ اگه یکم فقط یکم به خودتون زحمت بیشتری بدین و اون روال کار همیشگیتون رو عوض بکنین، شاید جواب بهتری بگیرین. من راحت میتونم شخصیت آدما رو شناسایی بکنم. چیزی که هستن ازشون میگیرم و بهشون نشون میدم. اون وقت به حرفام گوش میکنن و قبولم میکنن. خیلی خوب. حالا من اینجام بکن. چند شب به زور قرص میخوابین؟ استرس کار یا مسائل خانوادگی، یه پاکت و نیم سیگار، این اواخر سه نخ، معمولا اولیش بعد از نهار، 10-15 فنجون هم قهوه، بیشتر اسپرسوی تلخ. تو داری چیکار میکنی؟ داری فال میگیری؟ هر آدمی یه داستانی داره. من راحت میتونم داستان شما رو از ظاهرتون بخونم، اما شما نمیتونین.
اگه فقط چند دقیقه بهم فرصت بدین تا داستان زندگیمو تعریف کنم، اون موقع میتونیم بفهمیم که چرا من تو این اتاق مثل بقیه از پشت در برنگشتم. میدونی تو بچه خوش شانسی هستی. چون امروز من حالم خوبه. رو فرمم. باشه. یه فرصت دیگه بهت میدم. در حد یک جمله. یه جمله بگو که ترغیب بشم به بقیه حرفات گوش کنم. کلمات. کلمات میتونن آدم بکشن. پشت هر آدمی یه داستانی هست و پشت هر داستانی یه آدمی. بهتر قبل از هر قضاوتی کمی صبر داشته باشیم. این میلاده. میلاد تو داستان من نقش مهمی داره. اون به معنی واقعی کله خره. میلاد با 206 کاری میکنه که با 100 تا بوگاتی هم نمیشه انجام داد. واقعیت اینه که پدر میلاد قراره تا 6 ماه دیگه اعدام بشه و میلاد باید تا اون موقع پول دیگه رو جور کنه. اون باید 50 تا مسابقه ماشین خیابونی رو برنده بشه. اما منم به این پول شدیداً احتیاج دارم. شد با ماشین من مسابقه بدی، برنده شدی، در سر تو بگیری. بده من پولو، بده من پولو رو. چی کار میکنی دیمونه؟ خفشو، خفشو، خفشو. یه دو بسید دکیم باشه، برقا، برقا. باشید 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 برقا. یه برقا، روشنکو ماشین، روشنکو برقا، روشنکو. دوز نیستم. زود قضاوت کردیم. آخه رفتین اسلحه برداشتین، جون خودتون رو به خطر انداختین برای یه لگن دوزاری. نکنه تو هم از اون آدم هستی که ارزه نداری پول دارشی، فکر میکنی بقیه حقتو خوردن. من جور دیگه دنبال حقم بودم. حق؟ من کاری رو بدون دلیل انجام نمیدم، حتی دزدی. اون داستانم یه تلافی بود. اون آدم ها چیزی از من دزدیده بودن که این ماشین و پول در مقابلش هیچ بود. خب. ولی به هر حال دزدی کار درستی نیست. اونا خودشون ما رو مجبور کرده بودن اون کار رو انجام بدیم. من و میلاد یه درآمدی هم داشتیم که اسمشو گذاشته بودیم پول خورد. هم فال بود هم تماشا. من از سالها پیش عاشق عکاسی بودم. تصمیم گرفته بودیم از این راه هم برای پول در آوردن استفاده کنیم. نمیشه بیست زنگو؟ مدن خودشون هم
به به سلام. سلام. شما هر روز بهتر از دیروز. خوبی؟ چقدر دیر کردیم؟ کلی تو ترافیک بودیم. دیگه دو تا دخترم تو ماشین و همه هم تو زوم کردن انگار پلنگ دیدن. شما هم که ناراحت دیگه. تو ایرانه که فقط همه به هم گیر میدن. واقعا؟ میان چه خبر؟ خوش میگذره؟ نه بابا چه خوشی. چند شب پیش خونمون رو دزد زد. واقعا؟ با چی بردن؟ هیچی، یه سری وسیله شخصی مثل دفترچه خاطرات و این چیزا. چای میخونی یا چی؟ چی؟ قهوه. همین؟ همین 5 میلیون تومان برامون آب خورد. تا ما باشیم دیگه همه چی تو اون دفترچه خاطرات گفتی ننویسیم. ما شنیده بودیم تلگرامو هک میکنن و اما دفترچه خاطراتو نه. حالا از کجا معلوم که دیگه نمیان؟ چون دیگه چیزی نداریم که به خاطرش برگردن. باشه دیگه اینجا نیا کنین. ما که آماده نیستیم. نه تسته تست. باشه باشه منم خواهم تست بدم. عوض کنیم خب. نه تسته. آها. یکم سریع‌تر. یه آتلیه شخصی من و میلاد داریم که منبع درآمد بدی نیست. بازارش داغه. این روزا همه فکر میکنن مدلن و عکس فشن میخوان. بعضی واسه پروفایلشون، بعضی واسه ازدواج، بعضی هم. اما یه سری عکس هم هست که ما میخوایم. این نازیه. دختری که من چند سال باش نام زدم. ما واقعا عاشق همیم. نازی با همه نداریهای من ساخته. در حال جمع کردن پولیم تا بتونیم بریم ترکیه. بزن بره بریم با کریس رونالدو چیکار میکنه؟ تو عمره حامد ببینم چیکار میکنیم. سلام خانوم. چیه مهربون شدی؟ تو چته خوشحالی؟ هیچی دیگه مسی دوباره بهش گل زده. فقط بکام. بابا بکام که دیگه الان بچه‌هاش دارن بازی میکنن. بچه‌هاش هم خوشگله. آقا تو بیا بکام ورده منم مسیر برمی دارم ببینیم کی برنده. الان نمیتونم خیلی گشتم. یه دقیقه وایسا. نازی یه چیزی شده راجبش میخوام باهات حرف بزنم. چیه چی شده؟ راستش یه موردی پیش اومده که اگه بتونیم انجامش بدیم دیگه همه چی تمومه. بابا دوباره شروع نکن. من حاصل نقشه‌های تو رو ندارم. اگه یه دفعه به سیستم منجر رفته بودین الان وضعمون این نبود. باور کن یکی دیگه فرق میکنه. مولا درزش نمیره. فقط لازمه تو هم کمک کنی ها. من الان گشتم مغزم تو یه دقیقه بیا بشین حرف من گوش بده. خودم یه غذای تو واسه ردیف میکنم. گفتی دیگه بهش. داشتم میگفتم. نه نمیگفت. حالا که گفتم تو تاشو باید بگم. ببین نگاه کن. همه فکراتون احمقانه است. نکشین سیگارو. مگه نمی گرسنم؟ معده خالی که سیگار نمیکشن. قربونت برم. یه دقیقه گوش بده. راست میگه من تایید میکنم. مولا درزش نمیره. ساکت. دم روبا. عوضی دم روبا. من بزرگترین نقشه کلاهبرداری مملکت رو کشیدم. اگه شما دو نفر سر نرسیده بودین، گن نزده بودین توش، من الان اونور آب بودم. باز باید بهت بگم که اگه ما نبودیم نجاتت بدیم الان گوشه زندان بودی. نمیفهمی نه؟ میگی یا نه؟ ببین یه پسره هست از این بچه پولدارا که باباش ما 1.200 میریزه به حسابش. میلیارد ها نه میلیون. چی حسودیت میشه؟ آره چی حسودیم میشه؟ جون خودت این چی زیره من؟ عروسکه. خاک تو سرت. خجالت بکش. حامد گفته بود من باور نکردم. آره چی خجالت بکشم؟ دزدی که نکردم خریدم. حامد چی گفتی بهش؟ میلاد خفه شو. این پسره یه مشکلی داره. یه ماه گرفته یه گنده رو صورتشه. همینم باعث شده که دوست شدن با دختره واسش عقده بشه. البته به خاطر وضع مالی خوبش همه دخترها حاضرن باهاش دوست بشن و خودش اعتماد به نفس این نداره بره. یعنی داره میگه من برم باهاش دوست شم؟ میدونی که برام خیلی سخته. نه نمیدونم. داری میگه من برم با بچه پول داره که بتیقمش؟ مثلا با تو حرف بزنم به زور با تاشتی کردم جریان سال تحویل که یادت نرفته. با تو عجب کینه‌ای هستی یا؟ حامد من هزار بار بهت زنگ زدم جواب تلفنمو ندادی خونه هم نبودی. ما سال تحویل باید کنار هم می بودیم. من هنوز نمیدونم چه غلطی داشتی می‌کردی. من که بهت گفتم تصادف کرده بودم موبایلم. تصادف کرده بودی موبایلت افتاده بود تو جوب واسه همینم سیم کارت تو فکر کنی من باور کردم. من از اون دخترا نیستم که زود خر بشم. همیشه ولی زمان میبره. تو خفه. با بس کنین دیگه. این ماجرای مهمیه. تو میری با این پسره دوست میشی بهش میگی بابات داره اعدام میشه بعد پول دیگه رو جور بکنی. اونم پولو میده. اتفاقی که بعدش میفته اینه که من و تو ترکیه در حال عشق و حالیم. دیوونه شدی. به این فکر کن که بعد از این داستان دیگه همه سختیامون تموم میشه. بابا شما عجب آدمای بی شعوری هستین. راجع به من چه فکری کردین؟ میدونم همون آرزوهایی که داشتیم و نشده. اما این تنها شانسمونه. بعدش هم تا ابد که نمیتونیم تو این خونه بمونیم. یه روزی میام میندازن اون بیرون مجبوریم بریم وسط خیابون بخوابیم. بابا بفهمین اینو دیگه. یارو کی هست؟ داستانش طولانیه. ما یارو تو فیسبوک پیدا کردیم. خب در واقع تو باید منی بشی که میلادم، یعنی
اون تو میلاد نیستم، آه الان میلادم. نمیدونم تونستم بفهمونم بهت یا نه. سلام. خوبی؟ مرسی. میخوای بشینی؟ آره. اذیتت میکنه؟ نه اصلا. من اصلا داشتم فکر میکردم خودت چقدر از عکسات بهتری، اصلا خوشتیپتری. واقعا؟ تو هم از عکسات خیلی بهتری اصلا. من اسمم نازیه، اون عکسام عکسای خودم نیستش. دوست ندارم اسم و عکس و واقعیمو بذارم تو فیسبوک. چه خوب. تو چت که خیلی پر حرف‌تر و شیطون‌تر بودی. من کلاً راحت‌ترم بنویسم. خب می‌خوای همینجا انجامش بدیم؟ چی رو؟ چت دیگه. می‌خوای الان تو تلگرام هر چی که دوست داری بهم بگی نمیتونی بگی و برام بنویس. من اصلا عاشق نوشتنم. جوری بهتر. ای اینجوریه. پر رواله این داشته باش. اینه بخون. بی ادب. چه خوب داره موقع به ضرر میزنه. آره محسودی جده به کی؟ به اون بعدم نیست خفه میشه یا نه؟ بیا محسودی جده دیگه. من میگم محسودی جده میگی نه دهنه داره صاحب میشه قشنگ معلومه. من بیا باشه اینجا به ای بابا برای چی؟ بابا تو چرا قم محسودی میکنی؟ اه اصلا تو با من حرف بزن. من نیستم که اینجا نشستم، اونم اون نیست که اونجا نشسته. من اونم اون منه. من میفهمی چی دارم بهت میگم یا نه؟ دل دان یار خون کردی که اینجوری چه خاموش کن اینو دیگه. حامد میگم دیر نکرده؟ نمیدونم. خب باشه زنگ بهش بزن. زدم خاموشه. تو نگران نیستی؟ بابا نصف شب یه وقت این بی‌ناموس کی؟ یعنی بابا خفه شو دیگه. بیا دیگه قشنگ معلومه حسودی شده، همه صاف شده دیگه. بیا فکر بی خود میکنی. اومد. مریض مغزه. سلام. چیه؟ کجا بودی تا حالا؟ دنبال نقشه تو بودم دیگه. جای خسته نباشیدته تا الان؟ مگه چی کار کردی که خسته شدی؟ تا کش چه فرقی میکنه؟ این همه سرکله زدن با یه آدم غریبه خستگی نداره. اندازه یه کتاب براش مطلب تایپ کردم. گوشی تو واسه چی خاموش کردی؟ خاموش نکردم، اینقدر تایپ کردم شارژش رفت. من نگفته بودم تا این وقتش هم کشش بدی. آقا تایپ وقتش مهم نیست، یه دقیقه وایس ببینم. گفتی جنه بابا ادامه تو بهش گفتی؟ بابا زوده الان، نمیتونم که همین امشب بگم. تازه یخشو باز کردم. یه ما وقت میخوای نه؟ انجامش میدم دیگه. حامد چرا اینجوری؟ بعد همین شب میگفتی. نمیشه که هم امشب باش رفیق باشه هم دوست بشم پول بگیره ازش. که چه مرگشه این؟ راست میگه دیگه. ده دیوونه خونه است اینجا. چند هفته با این دلهره و حسادت های من گذشت تا اینکه روز موعود رسید. آدم ها بعضی وقتا خیلی سختی ها و دلگیری ها رو تحمل میکنن، اما وقتی فکر میکنن همه چی در حال درست شدن آروم میشن. چته نازی؟ استرس دارم. حالت خوبه دلی؟ میلرزی؟ نه بابا خوب نیستم. اینام داره با رفیقاش میاد، نمیدونم چه غلطی باید بکنم. نکشین سیگارو. سیگار بس فشار دیگه پایین استرس رو بیشتر میکنه. مگه نمیگی استرس بگیره؟ یه دیگه بایستی ببینم. بخوای مسلط باش. تو حالا اصل قضیه رو بهش گفتی، مونده راحت این قسمتش. آره شما هم نشستین بیرون میگین گودش کن. لنگش کن. به این فکر کن که چند روز دیگه من و تو با این پول تو ترکیه در حال اشغالیم. ببین حامد، من دیگه حالم داره از این ترکیه به هم میخوره. یه روزی اگه پام برسه به فرودگاه ترکیه همونجا عق میزنم. فهمیدی؟ نازی
گوش کن ببین، تو گوساله رو پوست کندی رسیدی به تهش. دومش حالا چه فرقی میکنه این وسط؟ تو هم ببین، میری تو کافه پول میگیری میای بیرون تموم میشه میره. نازی میخوام اینو بدونی، امروز هر اتفاقی بیفته، چه این پول دست ما برسه چه نرسه، تو همیشه عشق اول آخر منی. و الان منی که داره میره، کاش خودم بودم میرفتم اون تو پول میگرفتم میامدم بیرون. بیدم میفهمی چی میگم یا نه؟ دوم گوساله همون تای گوساله هست نیست؟ سلام، خوبی؟ سلام. کاش اینا نمی اومدن. مگه اشکالی داره؟ چی شده چنقدر به هم ریخته ای تو؟ نه هیچ، من خودم یه ذره حالم خوب نیست، بعد خواستم باهات حرف بزنم خصوصی. حالت خوب نیست، فدای سره. من یه کاری میکنم حالت خوب شه، بعدش بیریم بیرون مفصل با هم حرف میزنیم خصوصی. چیه؟ قابل تو نداره نازی جان. ببین من واقعا از فیسبوک ممنونم که تو رو به من داد. نینی تو من یاد دادی که اگه یه نفر دوست داشته باشی دیگه اصلا عیب و ایراداشو نمیبینی. تو اعتماد به نفس من خیلی بردی بالا. یه 206 آبی دمه در پارکه، همون رنگ که دوست داری. امید من نمیخواد چیزی بگی. باسا کی شد؟ پول گرفتی؟ چرا حرف نمیزنی؟ این چیه؟ این سویچ اون 206 هست. همین؟ دیگه بابای ادامه تو انقده؟ اون بچه سوسول چرا ارزش به جون آدم ها قائل نمیشه؟ میلاد خفه بینم چی میگه؟ اینو برای من خریدم، میدمش به تو. حامد تو این مدت من نتونستم کاری برای تو بکنم، تو هم نتونستی کاری برای من بکنی، درسته؟ تو باختی حامد، همه چی تو باختی. من اگه با تو بمونم بازندم. این امید خیلی منو دوست داره، من باش احساس امنیت میکنم، حداقل مطمئنم هیچ وقت به خاطر پول به من نمیگه با کسی برم بیرون. تو هم اگه منو دوست داری بذار برم. بعضی وقتا بازی ها که شروع میشه معلوم نیست به کجا میرسه. تو خودت این بازی رو شروع کردی. دزدی نکن میره اخخازی میکنه، بعد یارو دو درتون کرد رفاره؟ شاید. شاید؟ یارو عشق زندگی تو بر زده برده، بعد تو میگی شاید. آقا من میتونم یه عکس ازتون بگیرم؟ برای چی؟ گفتم که عاشق عکاسی هم، دوست دارم لحظه خنده ی آدم رو ثبت کنم. دوستان خندیدم، بگیر. تا حالا شده عشق زندگیتون جلو چشتون بذاره بره؟ من تا حالا عاشق نشدم. آدم عاقل عاشق نمیشه. یعنی شما عاشق زنتون نیستی؟ چه ربطی داره؟ من میگم عشق عقل رو زایل میکنه، منطق رو کور میکنه. برش کن دیگه اونو، بذارش کنار. تعریف کنم، میخوام ببینم زندگی تو سرش به کجا وصله. آقا یه دونه دیگه بگیرم، آخریش. من و میلاد همیشه و همه جا دنبال پول بودیم. از هر آگهی و خبری که حس میکردیم پولی توش استقبال میکردیم. به هر قیمتی شده بود میخواستیم پولدار بشیم. انگیزش هم داشتیم. حامد بیا. مسابقه ماشین خیابونی، کلی هم توش پول داره. با ماشین همه تو بریم. آفرین، ماشین نداریم ولی من یه فکری واسش میکنم. تو نمیخواد فکر کنی، مغزت میترکه. بشین همون چتتو بکن.
میلاد شیما و نسرین فردا میرن کرج مهمونی، آمارشون رو در آوردن. خب خونه‌شون خالیه دیگه حاجی، انقدر خالی که فایده نداره وقتی خودشون نیستن. منظورم اینه که میتونیم بریم خونه‌شون یه سری خرت و پرت برداریم. من فرشب میخوام برم خونه محسن یه سری به ستاره بزنم. مگه قرار نشد تو وقتی حالش بهتر نشده بهش سر نزنی؟ آقا جون مثل که متوجه نیستی این دختر همه زندگی منه، درست مثل نازی. تو داری این دختر رو با نازی مقایسه میکنی؟ الاغ میفهمی من چند ساله با نازی ام؟ آقا کمیت مهم نیست، کیفیت مهمه. من تو همین مدت کوتاه عمقم زیاد شده. عمق چی زیاد شده؟ رابطه و احساسم. خیلی خب پس فرشب برو به عمقت برس. فرشب بیا خونه اینا. پایه یا نه؟ پایم. مطمئن میخونه نیستن؟ اولاق من یعنی جلو چشات رفتن. خب اون من تو این شرایط این سوالو میپرسن دیگه. حالا چی کار کنیم؟ ببین نقشه اینه، میریم تو چیزایی که میخواییم و ور میداریم میاییم بیرون. بیرون چی میخوای؟ هرچی. ببین میریم تو اینجا دهنمونو صاف میکنن. عجب اشتباهی کردم، این صاف میکنن یادت دادم ها. تو به من یاد ندادی، تو به من گفتی نمیتونی جایگزین اون کلمه‌ای کنی که خودت استفاده میکنی، درسته یا نه؟ بله درسته، اما تو اینقدر داری استفادهش میکنی که کاربرد منطقی و دستور زبان کلمه رو داری لوس میکنی. نه ببین من ارزش کلمه رو دارم بالا میبرم. زرد نزن برو. چجوری بریم تو؟ یه کاریش میکنیم. پول برام میخت. چی؟ الان چرا؟ بابا چند وقت دارم موخش کار میکنم. خیلی وضع مالیش خوبه، ماهیه داره. ولی معلوم از این عقده دختراست. اگه ماهیه داره واسه شما تو فیسبوک نمیری تو خیابون دختر بازی. بخاطر اینکه رو صورتش ماه گرفتگی گنده داره. اعتماد به نفس صحبت کردن با دخترا رو نداره. دیگه بعد بلاکش میکنم. نه وایس وایس وایس. چرا؟ یارو بانکیه واسه خودش. بابا شهر میشه حامد برامونا. نه واسهش برنامه دارم. اسمش چیه؟ امید. یه کاری با این امید دارم. اینا چی برداشتی؟ دفتر خاطرات ایناست. این امیر اومدی دفتر خاطرات برداری؟ نه. تو منتظر کسی هستی؟ نه. خب بی خیال نشو. چی بی خیال دارم میان تو. میخوای زنگ بهش بزن. میترسم تو بازداشتگاه باشم. نه بابا تو بازداشته گوشیشو میگیرم. خوب شد به سینا نگفتیم بیاد، ولی آبرو حیثیتمو میرفتیم. وای صد بار اینو گفتی. همیشه میگه آبرومون میرفت انگار سینا کیه. هر کی از تو گفتم ماشین گفت بفرما. نه مثل اون مهرداد گدا خوبه، یه شارژ پنج شمانی هم دلش نمیاد. همین مهرداد آمار نداده بود ما اولا وزرا بودی. حامد اینو گوش کن، گوش کن. گفتم چه امروز فکر میکنم عشق واقعی زندگیمو پیدا کردم. خدای این یکی دیگه واقعی باشه. با جمله رو نگاه. انگار بقیه دوست پسراش همه توهم بودن. بابا اینا عجب دل و جرأتی دارن. همه چی این تو نوشتن. همه چی؟ همه چی؟ با روز و ساعت و دقیقه. او اینجا نگاه کن، یه گل چسبونده نوشته اولین گلی که مرداد بهم داد. خوب اولین گل مرداد چسبونده. میگم حالا با اینو چیکار بکنیم مامه؟ بزنی زنگ بشو بزن. به کی زنگ بزنی؟ به همین دخترا. باش بریم با خط شماره یکت نزنی ها. نه با دومی هست. سر تو عوض کن. خب. الو سلام خانو، خوب گوش بده، دفتر خاطرات جفتتون پیش ماست. آره ماشاءالله خوبم خاطره دارین. اگه نمیخوای یکی یه دونه نسخه واسه سینا و مهرداد و کامی و نصرت و پدر مادرتون بفرستیم، باید نفری پنج میلیون تومان بدین. الو الو چی شد؟ فکر کنم قش کرد. آره خب نه ده دقیقه دیگه دوباره بهش زنگ بزن. بله سلام آقا، با
بارگدارو زدیم چیکار کنیم؟ یعنی چی؟ خب بفرست تو بازار دیگه. اینم از من میپرسی؟ شما گفتید تا من نگفتم تو بازار. ببین با این مصوبایی که داره میاد هر چی زودتر بفرست تو بازار. بله. مرجوعیارم بازار عراق. من میگم آقا کلشو بریزیم اون بره. خب ببین عدد چنده؟ بعدم میگه برای این خوردریزه و پول خورد به من زنگ نزن. خودت تصمیم بگیر. چشم آقا رو چشم. باش بیا. تو حالا شهر از بالا نگاه کرده بودی؟ چی میبینی؟ هیچ. چرا؟ چون آلودگی همه جا رو پوشونده. هر وقت شهر رو از بالا نگاه کردی دیدی آلودگی اجازه نمیده چیزی رو ببینی، بدون که فاتحه اون شهر خونده است. اون زیر همه چی شیر تو شیره. چی میتونه شهر رو نجات بده؟ قانون. قانون چیز خوبی ها، ولی خب تو اون شرایط اضطراری قانون هم چیزی نمیبینه. یکی میخوره، یکی میبره، یکی بالا میکشه، یکی بالا میاره. و تو اون زیر دفترچه خاطرات دافا رو میدازدی. یه نگاه به خودت بنداز. واقعا تو اون زیر چی کار داره میکنه؟ میرسونم خدا واسه سادمی. هیچی نشده. خدا حفظ. سامان باید کمکم کنی. به مدیونی. هر لحظه که داریم وقت تلف میکنیم ممکنه میلاد کشته بشه. تو مگه انسان نیستی؟ نمیخوای بری سر خونه زندگیت؟ با تو هم سامان دست تو اینقدر اسم من نگی تو لسک. میدین یه نفر ما دوتا رو با هم ببینه چه اتفاقی میفته؟ بابا با دم شیر بازی کردین. از من انتظار نداشته باش. اون روز قرارمون چی بود؟ بز بچه بین من و تو هنوز یه نفر داره سعی میکنه آدم خوبی باشه. اون یه نفر من نیستم. من هیچی نیستم. من یه آدم از دست رفتم. اینقدر مزخرف تحویل من نده. باید کمکم کنی. آشغال گوش کن بچه جون، بایدی واسه من وجود نداره، میفهمی؟ من هیچی به تو یا هیچ کس دیگه مدیون نیستم. چیه؟ یه بار جون من نجات دادی؟ فکر من مدیون خودت کردی؟ ولی میلاد ممکنه کشته بشه. جفتتون هم کشته بشین به هیچ جای من نیست. التماست میکنم. میدونی کجاست؟ تابلو گرفتتش. باید بفهمی کجا بردنش. قبرستون ماشینا. همونجا که آشپزخونه‌ش هست. ما می‌خواستیم بریم اونجا. تعریف نکن، برام مهم نیست. نمی‌دونم برام مهم نیست. تنها چیزی که برام مهمه این ماموریت کوفتینه. که آزادم برای حفظ هویتم تو اون رفیق لعنتی بکشم. پس خوب به حرفان گوش کن، کمکت میکنم رفیق تو بیاری بیرون. نقشه اینه، میریم تو رفیق تو برمیداریم میام بیرون. دیگه هم با من کار نداری. من یک پول میزنم تو پاتون، حداقل الان یه زخم واقعی رو صورت. چی نگو؟ چرا انقدر دیر اومدی؟ هیچی نگو، الان میبرم بیرون. بجون، بجون مثل رز بیرون میاد. باشه، ما نمیتونی بری. اونا میدرستن تو میای. پابلو اینجاست. چی؟ لعنت بهش، بجون بی نگه. بیا بری. بایشو.
بزن. برو 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 برو. بجو بجو. باشه باشه. هر مسیری بگیری میخوام به جاده خاکی. رفیق رو برده ببر. باش. فقط مراقب باش گیر نیفتی. باش. اصلا تو بنده کسافه. بنده. بیا گرفت. اگه نگفتم مراقب باشی. بابلو میگیره. بابا خودت رو دیگه. خودت رو دیگه. الان شش الان نمیفتی بری. برو دیگه. آشغال عوضی فکر نمی کرد اینجا گیرت بندازم. نه مهران بهت شک کرده بود اما یا نیست و نابود شد. منم مطمئن بودم کار خود عوضی تمام بهترین راه رسیدن و به تو همون دوتا احمق بودن. پابلو خوب بلد نسخه آدم رو به پیش من نمیخوام با تو میام. خبر نباید درس کنه جایی. یه سری آدم لطوپان اینجاست که به من جمعشون کنم. بابا خاموش کن این کوفتی رو دیگه. ببینم کیه. نازی؟ سوار شو دیگه. میفهمی؟ جنازه پابلو رو اینجا دفنش کن. ماشینم بل کنیم به امان خدا. بابا سر تکون نده. برو دیگه. باشه. گوش کن. تو هم گوش کن. یه بار دیگه پیداتون بشه. یکی گوله میزنم تو پاتون. علل خصوص شفتتون. ده برو دیگه. بچگی آدم بدبختی بود. اون موقع چشم دنبال دوچرخه مردم بود، حالا دنبال ماشین مردم. با پراید 180 تا سرعت میریم فکر میکنیم آدم های خوشبختی هستیم، بعد میگیم خدا یا این خوشی رو از ما نگیر. میدونی من از بچگی عاشق فیلم هندی بودم آدم. چون عین زندگیه، اصلا منطق نداره، در آن باید همه چی عوض میشه. این مزخرفا رو 2000 بار گفتی. به چیکار میکنی؟ تو فیسبوکم. آخه گراز الان وقتی تو فیسبوک رفتنه؟ اصلا مگه اینجا اینترنت داره؟ بله داره، خوبش هم داره، پرسرعتش هم داره. از نظر منطقی هم بخوای نگاه کنی داره، از نظر علمی هم بخوای نگاه کنی داره. وقتی اون همه حجم اینترنت رو تو شهر جلوشو میگیرن، خب مجبورن سرریزش یه جا خالی کنن دیگه. کجا بهتر از این کوه و کمر؟ بجنگ اینقدر تئوری علمی مزخرفه دی، پاشو دو تا بیل بزن. اینقدر من کلت بشن نه، مخم میترکه. من با این حالم. دستت که نشکسته. پاشو ببینم. آیا آخ. این چیه؟ چشه؟ جا نمیشه که این تو همه. قبره اوکی به من چه یارو گنده است؟ چرا این شکلی کندیش؟ حالا قبل نکنده بودم. من نمیدونم تو این فیلم ها چجوری یارو میاد 5 دقیقه یه دور قبل میکنه مربع مستطیل ترتمیز ول میکنه میره. دهن صبح شده 3 ساعته داره میکنه مزخرفو کندی. یه کور تو بهتر میتونه قبل بکنه. آه میگیرمش تیکه تیکش میکنیم جاش میدیم ولش کن. خب بیا تیکه تیکش کن. چی شد فه؟ میکنیم شاید جا بشه. بکنم جا میشه. جا میشه بیا. آی. چی آوردیم اینجا؟ سامان گفت ببین یه جای پرتی دفنش کنی. اینجا پرته؟ اینجا 2 سال دیگه بالا شهر تهران میشه. اتی 20 میلیون تومان قیمت زمیناشه. همینجا که ما داریم الان اینو خاک میکنه. دختر پسر 2 سال دیگه پارتی میگیرن اشغال میکنن. آدم بمیرم یه همچین جایی بمیره. ویو رو نگاه کن. ببینم
داغون شدی ها؟ توی خود بدتری؟ حداقل اون 4 تا زخم واقعی رو صورتمونه. ببخشید میلاد، همه این داستانا تقصیر منه. بابا فاز چی؟ به تو چه ربطی داره؟ میلاد من آدم کشتم، میفهمی؟ خوب کاری کردی. اگه نمیکشتی اون ما رو میکشت. سامانم میکشت. چی فکر میکردیم چی شد؟ بچه که بودیم چه آرزوهایی داشتیم راجع به الانمون. من که فهم کردم یا دکتر میشم یا حداقل یه آدم موفق میشم. اما شدم یه آدم کش بی خانمان تنها. جابه همه کوچولو چی بدم؟ سلمان خان، من فیلم های اکشن تو بیشتر دوست دارم. این هندبازی ها به تو نمیاد. تو آدم کثیف کشتی، میفهمی؟ میدونی دایی چند تا مادر الان پشت سر توه؟ تو الان قهرمانی بی بقیرم ببینم. بله چی شده محسن؟ چی؟ ببین اون یه امانت پیش تو، یه موثرش کم بشه من میدونم با تو شور خفش بابا. چی میگفت؟ میگه ستاره حالش خوب نیست، بهونه میاره. یه بلایی سر ستاره نگیره این پسره. محسن کاری ازش بر نمیاد، دختر جاش امنه. آقا من بعد نمیرم اونجا. با این قیافت که نمیتونی. خیر سرمون امشب سال تحویل، ما بعد پیش هم دیگه باشیم. من سال تحویل با نازی قرار داشتم. ببین دو ساعت پیش نمیدونستیم زنده میمونیم میمیریم، الان نمیدونیم زنده میمونیم میمیریم. واسه بهت میگم از ماجرای امشب هیچ کس نباید خبر داشته باشه، حتی نازی. ساما میگه بچهای پابلو بفهم ما پابلو رو کشتیم میکشنمون. جنسا رو چیکار کردی؟ جاش امنه. امنه؟ واسه من یه دوش بگیرم ببینم چیکار باید بکنیم. سیگار میکشی؟ سیگاری نیستم. واقعا؟ آره، شما بهتره الان نکشین، همون بذارین بعد نهار بکشین. یعنی شما پابلو رو کشتین؟ آره؟ مجبور شدیم. مخواه میدونی اگه یه نفر از همین فیلم بسازه همین چیزی که تو میگی هیچکی باور نمیکنه. قصت جالبه، دوست دارم بشنوم، بگو. میدونم بعضی وقت واقعیت زندگی آدم ها واسه بقیه مثل قصه میمونه. واسه همینم هم گوش دادم به قصهشون شاید بتونه از بدبختی هاشون کم کنه. ای بابا بابا بس، یکم استراحت کن. من نیدی سامان چی گفت؟ من تو زور خودم زیاد نکنم بلکن نیست. گوره بابای سامان بابا، یه هفته سه مشت 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 عذیتت میکنم، میدم یه جا دیگه تمرین میکنم. نه بابا، میگم یه 4 تا لگد هم بزن پاد باز شه. الو سلام آقا، نزن باش. نه با شما نیستم آقا، من میلادم. بله ببخشید، آدرس رو به ما ندین، جنس رو قرار بود فردا ببریم. بله بله، نه نه اونجا رو بلد نیستم. آها بله، نه پیداش میکنم، خیالتون راحت بشه. چش چش، به پابلو هم سلام برسیم، بگی خیالش راحت بشه. بله خداحافظ. چیکار میکنی؟ تو فیسبوکم. 24 ساعت تو فیسبوک یا معتاد شدی؟ اونی که 24 ساعت تو فیسبوک معتاد نیست، تنهاست. ها چیکار میکنی تو فیسبوک؟ دارم تو صفحه اصغر فردی فحش می‌نویسم. چرا؟ چرا؟ به خاطر اینکه شورشو در آورده. دیگه زیادی موفقه. یه بار میری مسی رو فحش میدی، یه بار داور بازی فوتبال، خواننده‌ها رو فحش میدی چون صداشون از تو قشنگ‌تره. به بیل گیتس فوش میدی، حالا فرادی فقط چون تو موفق‌ترن. نه اصغر فردی یه دلیل دیگه هم داره. چه دلیلی؟ بخاطر اینکه تو خبر اومده میخواد با جنیفر کار بکنه. خب کار کنه. کار خریه خودت زدی به خریه، دارم بهت میگم جنیفر. خب کارگردانه با هر کی داشت، خب تو کار کنه. این همه بازیگر، چرا جنیفر لوپز بره سراغ یکی دیگه؟ بخاطر من میدونم، به خاطر اینکه جنیفر خوشگله. اون با 100 تا کارگردان دیگه هم کار کرد، چه تو به هیچ کی حسودی نشد. حالا یه هموطنت میخواد بره باش کار کنه، رگ غیرتت زده بالا. تو کار کردن ما ایرانی‌ها نمیدونی چه جوریه؟ اینا همش شایعه است. باشم جنیفر عمرن نمیدونه کار کنه. آقا اینجوری که بشکیر داده حتما میاره، چون من مطمئنم میاره. خیلی خوب، ما کارهای مهمتری هم داریم. از فکر اصغر فردی جنیفر لوپز بیا بیرون. آقا نمیتونم بیام بیرون. دیشب تا صبح داشتم کابوس میدیدم. قیافه اصغر فردی جنیفر لوپز جلوی چشمم بود. میگه بیا بیرون بیا بیرون.
بیا پایین. سلام. ما نایدین اینجا واسه بودیم. خیلی خوب جنسا. جنسا اینجاست آقا. یه جلو. بده تستش کنه. این؟ این که بچه هست که؟ مشتری من از همینان. این راضی باشه بقیه شون هم راضیه. آقا ببخشید ما به بچه‌ها جنس نمیدیم تست بکنن. به سر خوب میگم بده تستش کنه. نمیدم آقا جون. من به بده تستش کنه. آقا من به بچه جنس نمیدم. نه آقا بده, بده تستش کنه. نمیدم این چرفی تو داری میزنی حامده. بیجا تو هنوز سر ماجرای اصغر فردی و جنیفر لوپز شاکی هستی؟ آقا چه ربطی داره 16 سالشه نگاه بهش بکن. بیا دیدی؟ ولی به ما مربوط میشه. چرا تو بان خیلی مربوط میشه؟ واسم تو مراممون نیست این کارو بکنی. آره حرف رفیقتو گوش بده. این مسئله به شما ربطی نداره. اتفاقا خیلی هم ربط داره. جنسا تو دست ماست. به تو لسگ. اگه یه قدم دیگه برداری زنگ میزنم به پابلو. ببین عوضی. یاد باشه هیچ وقت یاد نمیذارم. من منظرم تو یارو رو زدی. تو شروع کردی. آقا نه این میخواست بچه جنس بده. خب بیچاره پابلو دهنمونو صاف کن. جن زدی تو همه چی رفت. ما رو میکشم هم میدونم. میلاد یه نقشه دارم. فردا بریم تو پارک همه رو خورخور میفوشیم پول پابلو رو میدیم. نگران نباش بزن بریم. بدبختی اون انقدی شده یه آلبوم بدیم؟ آلبوم زیاده. یه ترک میدیم ها؟ اگه گرف یه کلیپ هم براش میسازیم اسمش هم میذاریم جون مادرت برگرد. آجا قسمش میگی؟ برگرده دیگه. بعد وقتی برگشت یه ترک دیگه میدیم غلط کردم جون مادرت برو. بله ما گندی که دیروز زدیم با یه ترک بدیم غلط کردم پابلو. اخ چجوری این همه مواد دو سه روز خورد خورد تو پارک بفروشیم؟ اصلا کو معتاد. ازا تحریما رو بردارن همشون میریزن بیرون. یا معتاده دیگه. دارین چی گفت؟ میگم ساقی هستی؟ نه من میلادم. این حامده. قیافاش رو شبیه احمق هست. چنس نداریم بابا. ندیم ایرام لطف میدم. یه نگاه به قیافت بکنین پنجه ی آفتاب بمونی. برو بابا زشته جنس میدی. من چرا ساده دارم میزنم بابا سرم گذاشته. ندیم اینم از یکی دیگه میگیرم. تو زدت اینه نزدت چه شکلی؟ جوانا کجا دارم اینه آمه؟ خیلی خب بابا خودتو کنترل کن. بفرمایید خانم ما به شما جنس نمیدیم. ما به زیر 18 سالا و خوشگلا و مادری خونه دار جنس نمیدیم. بفرمایید. خدا بهم بده. نظرم هر کاری براتون بکنم. جا داری؟ یه جایی پیدا بیا. آمه. بیا. اینو بگی برو اون پشت بزن. من اینجا واسه نگهبانی تا کسی هم نمیدید. زود برگردی. چرا بهش دادی؟ من نمیدادم یکی دیگه میداد. تازه هزار تا سوء استفاده ازش میکرد. واسه اینجا تو موادشو بزن کسی هم نبینه. من میرم دوتا عملی واقعی پیدا کنم. پولشو نگرفتم. دمتون گرم. خیلی ساقیه باحالی هستی. اگه همیشه اینجایی میشم مشتری ثابتی. غلط کردی. تو خانواده نداری بذارن تو دهن دوبن اینجا ترکت بدن؟ هی بابا دست گوکاری اون نکن زدم. شبا کجا میخوابی؟ هر جا بشه. یه شب تو پارک خونه یکی دو تا رفیقا. رفیقات مردن یا زن؟ نه بابا زنم. خیلی آدمای خوبی هستن. میخوام یه کاری واسم ردیف کنم. چه کاری؟ نمیدونم. گفتم میتونم شب 200 در بیارم. از امشب قرار برم سر کار. نمیدونی چه کاری که به خاطر شب 200000 تومان میخوام بهت پول بدن؟ مگه فرقی هم میکنه؟ بعضی وقتا آدم ها توی شرایطی عاشق میشن که فکرش هم نمی کنه. برای میلاد ستاره یه دختر معتاد و خوشگل بود که با همه دخترهای زشت فرق داشت. میلاد یه لحظه ستاره رو جنیفر لوپزی میدید که همه شبها با فکرش به خواب میرفت.
آخه میلاد یک دل نه صد دل عاشق جنیفر لوپز بود و تنها کسی که روش تعصب داشت جنیفر بود. میلاد جنیفر رویاهاشو تو ستاره میدید. اسمت چیه؟ ستاره. بهت میاد. اسمت تو چیه؟ میلاد. بهت نمیاد. ستاره سالا کسی بهت گفته چقدر شبیه جنیفر لوپزی؟ واقعا؟ آره واقعا، من تا حالا هیچ کسی ندیدم انقدر شبیه جنیفر بشه. به من میدم اون چه کاری بابت شبیه 200-300 بمیدم، ولی برای خرید مواد مجبورم بشتم. وایسا وایسا بلش کن بیا. ببین همه موادیه که من دارم، خب اینو با خودت ببر، فقط امشب سرون کار نرو. باشه قول میدی؟ داله کسی که گفته شبیه کی هستی؟ آره احمقا شبیه خرس مهربونی که پسر شد. میلا در و مامورا همه جنسا رو باید بریزی بیرون. من جنسی ندارم. همه فروختی؟ نه دادم سو ستاره. ستاره کیه؟ ستاره دیگه بابا همین دختره. باش تو ببینم تو چه غلطی کردی؟ بابا چه فرقی میکنه؟ فکر ریختم بیرون. اون مو قیافش؟ چشه قیافش؟ بیشور اگه اونو با اون همه مواد بگیره اگه بیچاره است. ستاره میلاد. ستاره میلاد. الو نازی چطوری؟ خونم؟ نه چیزی نشده. بدبخت شدیم، فکر کنم میلاد گرفتن. از عصر امروزش خبری ازش نیست. آره بیا هستم. باشه باشه بیا بیا خدافظ. مرتی که بیشور معلومه است تو کجایی؟ چی شده؟ فکر کردم گرفتنه. برای چی بگیرم؟ گفتم به خاطر اون دختر عملی خودتو بدبخت کردی. سلام. ستاره حامد، حامد ستاره، اینجا خونه ماست، خیلی خوش اومدید. من نمیخواستم مزاحم شم، میلاد خیلی اصرار کرد. نه مشکلی نیست. یه دقیقه یه کارت دارم. چیه سایه است بابا؟ این دختر اینجا چیکار میکنه؟ آوردم ترکش بدم، میخوام نگهش دارم واسه خودم. مزخرف نگو، مگه توتیه؟ نمیگی سرکله نازی پیدا میشه؟ میخوای بگین کیه؟ میگم شریک زندگی. آقا نازی مگه زن منه؟ من میخوامش جواب پس بدم. اونم باور کرد. مردی که سگ به تو محله میذاره، اون وقت این دختره شریک زندگیته؟ ببین من برای پیدا کردن ستاره خیلی زحمت کشیدم، به همین راحتی هم دستش نمیرم. اینو بفهمو. برو همین الان ردش کن بره. این معلوم نیست کیه چیه، واسه من دردسر میشه ها. حامد دختر خوبیه، من کلی باهاش حرف زدم، همه چیز زندگیش به من گفته. حامد من عاشق شدم. ببین من فکر میکردم اگه یه روزی عاشق بشم به تو بگم تو همه کار برای من انجام میدی. من فکرم تو مثل داداشم. حامد برای گیرم دختر خوبی باشه، ولی نمیتونیم اینجا نگرش داریم که. مگه پابلو نگفت با مشتریاتون قاطی نشین؟ کل مواد امروز از دست دادیم، معلومه میخوام جواب مرتکر چی بدیم. بعد توی احمق وجه دونه عملی آوردی خونه که ترکش بدی. فاز چیه واقعا؟ ما قرار مشتری یا رو زیاد کنیم یا کم کنیم؟ تو انسان نیستی؟ بی شعور. ما از رو اجبار داریم این کارا رو انجام میدیم. به حامد کوچولو فکر بکن، پس فردا بیاد میخوای چی جواب بشه بدی؟ ها بگی برای انسانیت چیکار کردی؟ چی میخوای بهش بگی؟ من باستم. واسه ایفون برداشتی؟ من جواب نازی چی بدم؟ نازی نبود، محسن بود. تو محسن از کجا میشناسی؟ خودش گفت باز کن محسنم. سلام. چطوری؟ کجا نگاه میکنی؟ اینکه ستاره همسر آینده. چه غلط ها؟ رفیقم کوره؟ آقا به شما چی ربطی؟ این وقتش هم اینجا چی کار میکنی؟ خفه شو بابا، برای توی یه مهمونی ردیف بیام جنساتون آب کنیم. ما امشب کار نمیکنیم عزیزم. چی چی رو کار نمیکنی؟ اصلا ستاره و نازی رو هم بیارین کاپل بریم. نمیفهمی، ما امشب کار نمیکنیم. بفهم بابا. یه دقیقه بجا، یه دقیقه بجا بدش بابا. چی بشه؟ بذار بره دیگه. حامد سلام، برو اونجا بشین. چی شده؟ ستاره خانم شما بفرمایید اونجا بشین. چی داری میگی؟ یه دقیقه خواهش میکنم بفرمایید اونجا بشین. آقا کجا داری میفرستی اینا رو؟ یه دقیقه بشین. چی فکری به سرم زده؟ امشب این دختره بفرست بره خونه محسن. چی؟ عشق زندگی مفتن بره خونه مردی که؟ اون که دستش کاری بر نمیاد، دختر اونجا جاش امنه. مهمونی که میگی کجا هست؟ اون بالا مالا ها همه جور اشغالی هم توش هست. تو چی حال میکنی؟ هرچی هم هست. کوک، ماری، شیش، زکریای رازی. حتی رازی دیگه یکم لو لول شده. میلاد هم حالش چیزی هست؟ نه با این دوتا پاستوریزن. قیافه هاشونو که دیدی این احمقان. نازی الان بیاد اینجا محسن رو میده شهر میشه ها. همه بچه های قدیم میدونن با محسن مشکل داره. نازی اصلا من گفته حق ندارم باش رفت آمد کنم. آه آه
فکر نمی کردم قضیتون انقدر جدی باشه. جدیه. معاشقم. میلا بیا. بچه بیاین اینجا. بیاین. آقا واقعا تبریک میگم. فکر نمیکنم قضیتون انقدر جدی باشه. آقا نمیخوام شما به من تبریک بگید. رفیق داری داماد. آقا شما رفیق من نیستید. آقا بیخیال شین دیگه. محسن ستاره خانم امشب میاد خونه شما. چی میگه میلا؟ از همین چی برو خونه اینو جات هم نه. حامد من نمیتونم یه دختر ببرم خونمون، هم مادرم طبقه بالا سه میاد پایین پیش من، هم سختنه. ستاره خانم قراره ترک بکنه، منو میلادم بهتون سر میزنیم اگه نازی پوزی ستاره که میگیم دوست توه ها. گیری کردیم ما. ای سلام. ولت کردم. ول بودم. سلام. اینجا چی کام کنه؟ با میلاد کار داره. سلام حامد، یه دقیقه بیا عزیزم. بیا بیا محسن، بیا دیگه. قربونم برو شما خونه اینا، من به زنگ میزنم نسر میزنم. برو برو جون تو جون ستاره. برو نکشین و یه کلمه بگو چته، حرف بزن. محسن که تکلیفش معلومه، میلادم که کسی محل سگ بهش نمیذاره. پس دختره با کی بود؟ میگم با محسن بود. حامد به من دروغ نگو. خیلی خوب با میلاد بود. بابا این بدبخت اینجورا هم نیست، خیلی خاطرخواه داره. یعنی می با من بوده؟ من نمیدونم، ولی تو اصلا خیلی مشکوک شدی. این چه کاریه که از صبح جواب تلفن نمیدی؟ خب منم از صبح تا شب برم غیب شم، شبای پسر بیام میخوای؟ چرا مزخرف میگی؟ من چیکار کردم که به من شک کردی؟ همین الان دو تا مورد مشکوک فقط تو خونه است، محسن و دختره. خیلی خوب، محسن با میلاد کار داشت. یه جورایی این دو تا خیلی روزا با هم میپلکن. یعنی با این مواد فروش؟ نمیدونم، منم نگران شدم. پس دختره با تو بوده دیگه؟ بابا اون که با محسن بود. این مرو من میبرتش واسه ردگمکانی که جنساش لو نره. آقا شما چی میگی؟ میشه منم بیام پیش شما؟ من میگم یه آدم حسابی تو زندگی تو نیستا. بکن ما که مطمئن نیستیم. وایسا ببینم چی میگه؟ هیچی، ولش کن. چی شد دختره رفت؟ آره اونا رو رد کردم رفتن. خب ببین دستیار پابلو زنگ زده. میگه فردا باید بیاین سر قرار پولا رو برداریم بیاریم. چیکار کنیم؟ خیلی خوب جلو نازی چی نگو. ردیفش میکنیم. چجور ردیفش میکنیم؟ دو روز زنگ داشته زنگ زده پول مواد رو برداریم بیاریم. عجب آدم خسیسی ها. حالا پولا دو روز پیش ما میمون چی میشه؟ خودش پولی هم اگه در کاره. اگه دیروز مواد رو نداری تو پارک به ستاره، الان به این روز نمیافتادی. گیر دادی به ستاره، اون که داره ترک میکنه. مواد رو ازش گرفتیم. خودت بگو مواد رو ریختی تو پارک. خیلی خوب. خوب شد همه جنسا رو نبرده بودیم. خیلی خوب، باید متمرکز بشی. الان دو روز داریم گند میزنیم. نه گند سه بابا بزنیم. ها من متمرکزم. فقط بگو چیکار باید بکنیم. ببین میگیم اونا اومدن سر قرار. بدونه که پول بدم میخواستم برن که ما باشون درگیر شدیم، بعدش هم فرار کردم مواد رو بردن. آخ رسیدم. ببین آرومش، فقط یه چیزی رو گوش کن. اگه ما رو از هم دیگه جدا کردن تو چیکار میکنی؟ میگی مشت اول تو زری، نه با تفاهم دو تا بشه. بگو مشت رو تو صورت باشه. میگم اونجا خیلی استرس داری تو. استرس داری؟ آخ استرس داری تو، داری میلرزی. خیلی خوب آروم باش. خانم بیا بیا. آقا سلام. بلش کن. فکر کردی خیلی سرنگی. مادر نزاییده کسی مشترین پابلو رو بپرونه و بتونه سرش کلا بذاره. تا فردا شب وقت داری جنسا رو بله به پولی که قرار از این معامله گیرم بیاد بهم بدی. اگه نه هم تو رو میکشم همون رفیق عوضی تو. تا فردا شب. خیلی خوب بیا برو دیگه. چرا؟ چرا؟ خودت میری یا زنگ بزنم بنزنت بیرون؟ شما این کار نمیکنی. چرا نمیکنم؟ چون من به دردتون میخورم. تو به چه درد من میخوری؟ یه دلقه که دل دزد قاتل. من یه حقه بلدم که میتونم پولاتون رو چند برابر کنم. باشه برو بیرون، پولای خودتو چند برابر کن. آخه من پولی ندارم که بخوام چند برابرش کنم. هر کاری سرمایه اولیه میخواد. برو بیرون.
یه وقت چک به من بدین. بدون امضا. اطمینان کنین. از ما میترسین؟ از تو؟ دیوونه. یه چک کمتر. اینجوری پول بیشتری براتون تو بانک میمونه و سود بیشتری بهش تعلق میده. واقعا که باید بگم بچه‌ها بیان دهن من تو سرویس کنن. آخه اون پابلو تو رو استخدام کرده؟ اصلا واسه چی اسمش پابلو اینه اول بگو. طرف عاشق پابلو اسکوبار بود. اون دیگه چه خریه؟ سلطان کوکائین دنیا. میخواست یه روزی مثل اون بشه. اونم یه احمقی مثل تو. نه واقعا واسه چی تو رو استخدام کرد؟ مهران یکی از دوستای میلاد تو ارتباط ما با پابلو نقش اساسی داشت. درست تو همون روزایی که به بن‌بست خورده بودیم و فکر میکردیم از طریق کار و بیزینس عادی به هیچ جایی نمیرسیم، یهو سرکله شانس پیدا شد. میلاد جون بالات بود حامد چی شده؟ تو رو خدا میلاد کمکم کن، دارم از ترس میمیرم. من خودکشی کردم. چیکار کردی؟ خودکشی. احمق، چرا این کارو کردی حامد؟ خودم به خاطر ناامیدی و بیکسی و بیپولی و بیچارگی خودکشی میکنه؟ یه نگاه به پایین تر از خودت بکن ببین تو چه چیزایی داری که اونا ندارن؟ مثلا چی؟ احمق، منو داری؟ من بهترین رفیقت. نمیگی با خودکشی خودت رو حل میکنی؟ برای بدبخت من تا آخر عمرم بسوزم و بسازم؟ برو اقام بزن درمش کنم. لایست رو بازش میکنم. میتونی باز کنی؟ بهت فشار نمیاد؟ آره. باز کن. بیا. همین؟ داره خون میاد. حامد همین؟ اینکه یه خراش کوچولوئه. آخه اولا خودم میخواد خودکشی کنه، تیغو میندازه قشنگ که خون بیاد. من خودم تا حالا 3 بار خودکشی ناموفق داشتم. خاک تو سرت کنم. اینجوری فشارت هم نمیفته، چه برسه خودکشی. لااقل یه چسب بر من بیار. نفشه بابا. الو. سلام آقا مهران. آقا مخلصی من. بله آقا مهران. بله چش آقا، بله بلدم. فردا چش آقا، چش قربون شما، جبران کنیم آقا. خدافظ. وای مهرانه. مهران برای چی؟ میگه پابلو قبول کرده بریم تو گروهش کار بکنیم. دیگه خودکشی رو باید بذاره کنار، حال دختر شب برای تو خودکشی بکنن. وای بازم میزنه محسن بیاد. محسن برای چی؟ با محسن بیاد دیگه، با این قیافه احمقانه که نمیتونیم بریم تو گروه پابلو. بعد بگیم یه قیافه خر خفن برات درست بکنه. بگیم بیاد اینو بارکد بزن اینجا، تو بارکد بزن اینجا. من بارکد؟ آره بارکد دیگه. ببین همه آدمای پابلو بارکد دارن. قیافتون شبیه احمقا درست کردین. گوش کنید چی میگم. الان که داریم با من میایین، هر اتفاقی افتاد چطور دیدی ندیدی؟ بله آقا چش. میخوام خودتون رو خوب نشون بدین. چش آقا. بپرین بالا. بریم بیا بالا. راحتین دیگه. بله آقا.
لعنتی خیلی سفته، صداش در نمیاد. خفشو بابا، لعنتی خیلی سفته. گمشو برو ببینم. تو چرا واسه من نگم؟ فهم گمشو. گوش کن ببین چی میگم. فکراتو بکن. من میرم زود برمیگردم. این دفعه برگردم یه گوله خالی میکنم تو مخت. من میرم اینا رو برسونم، زود برمیگردم. حواستون جمع باشه. این کیه؟ مهرانه دیگه. نه الاغ اینو میگم. آقا من چه میدونم کیه؟ زنده است؟ من نمیدونم زنده است یا نه. آخ نفس میکشه؟ آقا من چه میدونم؟ خب برو ببین نفس میکشه یا نه. مراقب باش. بار کن داری بار کن. چقدر دهونه؟ دهنشو صاف کردن. زنده است. چیه؟ چی میگه؟ میگه ساکت چشم آقا ساکت. چی؟ اخ سیگار میخوام. میگه سیگار میخوام. آقا ما سیگاری نیستیم، ما سیگار نمیکشیم. میگه تو جیبم هست. آقا بیا بیا سیگار بکش از صفحه. سیگار چیه تو این موقعیت بهش سیگار میدی؟ خب چی؟ بگم کنه. چی؟ باید آزادم کنه. آقا مهران دهنمون رو صاف میکنه. زود اومدی دیرم میخوای بری؟ والا دیر اومدی زودم میخوای بری، نه زود اومدی دیرم میخوای بری. حالا چه فرقی میکنه واسه تو گیر میدی؟ شما دیگه کی هستی؟ آقا من اسمتو بهش نگو. واسه چی اسمتو بهش میگی؟ ما که نمیشناسیم. حواسم نبود نمیگم دیگه. باید آزادم کنه. نمیشه. ما رو گذاشتن مواظب تو بشیم که فرار نکنی. شما متوجه نیستی. نمیخوای من متوجه باشم. میلاد پاشو بریم به حرفاش گوش نده. آخه بودم هستی یا؟ من میگه اسمتو نگو، بعد اسم منو میگی؟ من که اسمتو رو گفتم. آقا میلاد گفتی میلاد. داری اشتباه میکنی. آقا این به من نگفت میلاد. چرا گفت؟ بیا حالا که اینجوری اسم خوشم حامده. بابا خیلی گاوی. حالا اسم تو اشتباهی لورا. بعد اسم منو میگی. آقا من اصلا هیچی نشدم، اسمتو هم نمیدونم چیه. دعوا رو بزنیم واسه بعد. منو میکشن. آقا من یه غلطی کردی که میکشنه دیگه. وقت نداریم. گفت برگرده منو میکشه. به ما مربوط نیست. میلاد بریم تو مغزمون نخورده. گفت میلاد اینقدر بگو میلاد تو ذهنش مون اسمم میلاد. بابا من پلیسم. چیو؟ اونا نمیدونن. میخواستن یه محموله بزرگی مواد رو جا به جا کنن که من نقشهشون رو به هم زدم. واسه اینکه ازم حرف بکشن این برای رو سرم آوردم. ولی دیگه ناامید شدم چون هیچی نگفتم. شما دوتا هم اگه نظرین من برم منو میکشم، میفهمید؟ چی من پلیسم چیه؟ تو بارکود داری؟ این همه بچه های پابلو. آره 8 سال این بارکود رو دارم. 8 سال تو این بان مأمورم. مأموریتم اینه کاراشون رو به پلیس گزارش بدم. ولی مهران فهمیده من لوشون دادم. پلیس مخفی چیه؟ مگه فیلم داداش؟ شما بچه این چیزا نمیفهمین چیه که میدونی 8 سال بدون اینکه لو بری واسه بزرگترین باند تولید کننده شیشه کار کردن چه وضعیتی داره؟ میدونی 8 سال هر کاری میگم باید انجام بدی؟ باید مواد جابجا بکنی تا خرخره باشون مواد بکشی، آدم بکشی، برای حفظ ماموریت باید هر کاری بکنی. دیگه یادت میره کی هستی؟ فقط یادت نگه میداری که یه ماموری، وظایفتو به خودت تکرار میکنی. دیگه اصلا اسمت هم یادت میره. خودت، خانواده‌ات، هیچی. زندگی با فیلم فرق میکنه بچه جون. معلومه شما دو تا تازه کارید. تا فرصت از فرار کن برید. نمیدون قاطی چه ماجرایی شدید. مواد مخدر چه بخری چه بفروشی برگشت نداره. جفتش زندگیتون از بین میبره. میلاد دقیقه بی کار دارم. کجا میری؟ میرا حالا میرسه. چه؟ به نظر حواش راسته. نمیدونم. اگه واقعا راست باشه بخوام بکشنش چی؟ هیچی دیگه، مخوام دماغمون از این ماجرا بکشیم بیرون. من که نمیدونم وایسم که ببینم یارو دارم میکشن. بعدش اگه پلیس باشه چی؟ آخه چه فرقی میکنه حالا پلیس باشه یا نباشه؟ یه فرقی نمیکنه پلیس بیگناه که انقدر سختی کشته بکشن؟ خواستن شاید دروغ میگه. من دارم فکر میکنم چرا باید بگه پلیسه؟ اینجوری که بیشتر در سر میفته. احتمالاً داره راست میگه. وگرنه اگه مواد فروش بود یه دروغ بهتری. آقا چی شد؟ آقا چی شد؟ ثابت کن حرفتو. چی؟ مگه نمیگه پلیسی؟ ثابت کن. آخه اینجوری که نمیتونم، دستم بسته است، درست کتک من نمیدونم. ثابت کن. پابلو میگم من می‌خواستم بکشتمش، شما نجاتش دادی. بعد میگه اینا میرن پیشش، تو هم میای دنبال من. اگه زنگ نزنی یه جور میکشمت، جنازه تو سگم پیدا نکنه. زنگ بزن. زر مف نزن تو منو ول. میگم زنگ بزن. نمیزنم. زنگ بزن دیگه. نمیزنم. زنگ میزنی به پابلو، هر چی بهت گفتم بهش میگه.
درست صحبت کن. حالا میخوای با این چیکار کنی؟ تحویلش میدم. الان پابلو فکر میکنه واسه دفاع از جون مهران خودتون رو به خطر انداختین. اینجوری رابطتون با پابلو هم بهتر میشه. قولی هم که بهتون دادم. حواستون باشه. مثل سایه دنبالتونم. دست از پا خطا کنین با گوله میزنم تو پاتون. شما چرا قیافت شبیه احمقاست؟ آدم با کچل کردن ابرو تیر انداختن که شاخ نمیشه. باید رو مبارزتون کار کنیم. این کار خطرهای خودش هم داره. کیسه بوکس واسهتون خوبه. کیسه بوکس بگیرین چند تا مش بزنین. دعوا کردن یاد بگیرین. بیا برو تو. یادتون نره. نه منو دیدین نه منو میشناسین. دیگه هم اینجا پیداتون نشه. علی خصوص تو. و تو. ما همیشه تو فکر نمیدیم چجوری زنده بمونیم. یعنی اولش فکر من بود که بعدا با میلاد تبدیل شد به یه هدف مشترک. زندگی همش مبارزه است. مبارزه با تقدیر. هرچند انگار راه گریزی نیست. شاید حق با تو باشه. ولی من در مورد زندگی اینجوری قضاوت نمی کنم. تو زندگیم به هر چی خواستم رسیدم. ولی به سختی. اصلا میدونی چرا به حرفای تو گوش کردم؟ چون تو داشتی خاطرات منو تعریف میکردی. البته نه مو به مو. منم خیلی سختی کشیدم. تو هر خلافی زندگی کردم. میدونی سرنوش میخواست کمر منو خم کنه. برای من شکستش دادم. آدم ها بدون غذا 20 روز دوام میارن. بدون آب 2 روز. بدون اکسیژن چند دقیقه. آدم ها بدون امید لحظه ای دوام نمیارن. کسی که امید به زندگی رو به آدم میده بیشترین لطف رو در حقش کرده. بعضی وقتا روزگار یه انگی میچسبونه رو پیشونی تو نمیتونی ثابت کنی این انگه. من یه پسر درس خون با پدر و مادری خوب و زندگی بی درد سر، حالا مجبورم شبا بیرون از خونه زندگی کنم و بی پدر و مادری رو تجربه کنم. پدرم توی زندان و مادرم از دوری پدرم و ترس آبرو سینه قبرستون. من مثل یه روحم و این شهر مثل یه برزخ برای من بچه سوسول تنها. نازی حامد کجایی؟ چرا جواب تلفن نمیدی؟ دلم برات تنگ شده بود. دانشگاه چرا نمیای؟ حامد با تو هم شبا کجا میمونی؟ هر جا بشه. تو خیابون، پارک، خونه بچه ها. خیلی احمقی. خب بلند شو برو زندان با بابات صحبت کن. این همه پول بالا کشیده. تو چرا باید تو خیابون سرگردون باشی؟ تو هم که حرف همه رو میزنی. بابا یه خونه و یه ماشین و یه باغ از قدیم داشتیم که اونم از همون گرفتن. یه چیزی واسه همون نمونده. پدر من یه تومه بود. واسهش پاپوش درست کردن. تو این نگاه به روزنامه بنداز. همه عین شین الف دال. فقط بابای منه که با اسم کامل و پیشوند و پسوندش چاپ شده. این یعنی چی؟ یعنی میگه قربانی بوده. من دیگه چی واسم نمونده. بلا تو. یعنی تو هم نخوای بلم کنی. خیلی خوب حالا. قصه نخور درستش میکنیم. برمیگردیم تو دوران اوج خودمون. اصلا یه پولی جمع میکنیم. میریم ترکیه. میریم آنالیا، صبح میریم استخر، عصرا میریم دریا، شبا میشینیم سریال برگیزان میبینیم. کجا بریم؟ حالا که پول نداریم، کجا بریم؟ یه بریم، این حاج آقا مال دانشگاه است، درد سر میشه بسن. وایسا؟ من اینو میشناسمش. تازه اومده بابا، مسئول کاروان حج دانشگاه. حاج آقا میگن عربستان امنیت نیست. نه خانم، هست. خیالتون راحت بشه. دولت میخواست یه قانونی وضع بکنه که دختره جوون و خانمهای زیبا و پسرهای خوشگل و پیرزن پیرمردهایی که مریضن نرن حج، که سود یادی دن اینجوری نمیشه که. گفتم ما امنیت رو برقرار میکنیم بیان. یعنی خیالتون راحت بشه، همه چیز انجام شده و درست. نگران هیچ هم نباشید. اینم قبض شما. بفرمایید. دست شما درد نکنه. سلام علیکم آقا. سلام علیکم. ببخشید اسم شما چیه؟ منطق الطیر. نه اسم کوچیکتون. جواد. اسمتون میلاد نیست؟ میلاد؟ نه خانم، میلاد چیه؟
شما کدوم روحانی دیدی اسمش میلاد بشین؟ چه حرفی شما داری میزنی خانم؟ آقا من منظوری نداشتم، یکی از دوستام هست یه مشکلی براش پیش اومده، بعد فکر شما رو میشناسه، قیافه شما شبیه یه دوست قدیمی که داشته که اسمش میلاد بوده، بعد از من خواست بیام از شما کمک بخوام. حالا اتفاقی نیفتاده، اشتباه گرفته دیگه. با اجازه. خواهرم ببخشید، من یه سوال از شما داشتم، خواستم بپرسم که این دوستی که شما میفرمایید تو همین دانشگاه درس میخونن دیگه؟ بله، فقط الان به خاطر اون مشکلی که گفتم براش پیش اومده نمیتونه بیاد دانشگاه. آه خب، خدا رو شکر. بهش بگید که آدم ها شبیه به هم دیگه هستن ولی لزومن همون آدم نیستن. من جواد منطق و تیر هستم، میلاد سلطی نیستم. ببخش حاج آقا، شما فامیل این دوست من از کجا میدونی؟ شما گفتین. من نگفتم. نه الان چرا اونجا گفتین؟ حاج آقا من اصلا نمیدونم فامیلش چی هست. اشتباه کردم، من احتمالاً اشتباه از من بوده، من عذرخواهی میکنم. بفهمید، سلامم بهشون برسونید. بگیرین جور دنبال من رو افتادی. تو چته؟ مگه دزدی کردی که داری در میری؟ میگم بچه‌ها بگیرن اینجا دهن تو. هی، حرف دهن تو بفهم. اینجا خانوم وایساده. تو میخوای بدی دهن منو صاف کنن؟ حالا از شما بعیده. خیلی خوب، خیلی خوب. تو به من یه چیز یاد دادی. تو قهرمانی، تو بردی، تو خوبی. بزن برم دنبال کار زندگی. بلت کنم بری. من تا نفهم تو با لباس قلابی اسم قلابی تو دانشگاه چیکار می‌کردی ولکن نیستم. آقا جان من مسئول حج دانشگاه شما هستم. از این خانم محترم بپرسید. بله حاج آقا، من به ایشون گفتم، ایشون باور نکردن. خانم همین که شما باور کنین برای من کافیه. اصلا ایشون اهمیتی نداره. کل دنیا باور کنم، من باور نمی‌کنم. تو میلادی مگه نیستی؟ من اسممو تو حوزه عوض کردم. از سر رو من برو کنه بابا، ولم کنید دیگه. ایسو ببینم. نظرش بیچاره میشین. این منو بزنه، انقدر تو بچگی اینو من زدم. تو منو می‌زدی؟ آره. یادت نیست می‌زدم می‌رفتی مادر خدا بیامرزت صدا می‌کردی؟ اسم مادر منو نیارا. خوش که ندادم، گفتم خدا بیامرز. تو غلط میکنی، میخوای فوش بدی؟ میخوای من به مادر تو یه چیزی بگم؟ حاج آقا مادرش مرده. آقا؟ بله، الان دو هفته است. حامد؟ حامد؟ میگم حامد داداش، غمت نباشه ها، اگه دنیا به تو پشت کرده من عین کوه پشتم. اصلا من از بچگی حواسم به این عوضی ما رو قبول نداشت. حاج آقا نه، حاج آقا نکن نازی، تو که میدونی این حاج آقا نیست. آره راست میگه، میتونی منو میلاد صدا کنی نازی. حالا کجا داری میریم؟ میمن تو خونه داری؟ بعضی وقتا داشتن یه دوست واقعی ارزشش به اندازه بیشترین ثروت دنیاست، حتی اگه اون دوست احمق باشه. من و میلاد از بچگی با هم دوست بودیم. تنها چیز بزرگی که اون داشت قلبش بود، درست نقطه مقابل مغزش. بیایی تو بچه بیا. ببخشید دیگه، اینجا خیلی به هم ریخته است. اینجا خونه کیه؟ چیه به من نمیخوری همچی خونه داشته باشم؟ عجب جای توپی، چقدر پنجره. آره من که همه قصه زندگی رو تعریف کردم، تو بگو داستانه چیه؟ حالا یکم صبر داشته باش، بذار دوتا تخمه‌مرغ بنازم تو ماهیتابی شامی درست کنم. آقا حامد اگه ما هم تو زندگیمون یه نازی خانم داشتیم اینقدر تخمه‌مرغ نمیخوردیم، چیزای دیگه میخوردیم. منم در حد همون تخمه‌مرغم. نه شما بهتری. خیلی عوضی ها. مطمئن بشه من رو تو نام زدیم بیخیال میشه، مشکلش اینه نمیدونه چی و کجا بگه. گیم بازم که هستی؟ بله ناز خانم، زندگی مثل بازی میمونه. اصلا فاصله بین گل زدن و گل نزدن یه تیر دروازه است، بزنی محبوبی نزنی منفوری. شما کجا میزنی؟ سمت بالای گل.
من اینو میشناسم. برو بابا بچه سوسول، من الان به تو بگم این خونه زندگی مال خودم نیستش، دزدکی اومدم توش که سکته میکنی. واقعا؟ بیا گند زدی به خودت. نازی خانم من اعتقاد دارم تو این دور زمونه اصلا نباید با زجر پول در آورد. باید یه مقدار منطق و شعور و چیز داشت. چی؟ دارم دنبال یه کلمه میگردم جلوی نازی خانم زایه نباشه. دل و جرأت. دل و جرأت. آقا من دیگه اون میلاد قدیم نیستم. من فیسبوک بلدم، فتوشاپ بلدم، کامپیوتر بلدم، روتوش بلدم. زهر مار میخندی؟ میدی من خون زندگی رو چجوری به دست آوردم؟ نه تو فیسبوک. آقا من تو فیسبوک با پروفایل یه دختر با یه مردی آشنا شدم، بعض مالش هم توپ، اینجا خونه مجردیشه. بیشرف صد بار من گفت بلنشم اینجا، من که نیومدم. الان ول کرد رفته خارج. بعض مالش خوبه، یه سال اونجاست، یه سال اینجاست، همونجا خون زندگی داره، همینجا خون زندگی داره. تنها کار سختی که من باید انجام میدادم این بود که وقتی یارو رفت قفل درا رو عوض کنم. آفرین، عجب دل و جرأتی. حالا اگه یارو یهو برگرده چی؟ برگرده زر زیادی بزنه تمام چتاشو برای زنش میفرستم. تازه رفته، فکر نکنم حالا برگرده. یعنی تو به زور اومدی تو خونه مردم؟ خب من به زور جایی نمیرم که. صد بار به من گفت بلند شو بیا اینجا، اون موقع وقت نشدم الان اومدم. اون وقت به دعوت کی اومدی دانشگاه؟ ما با اون لباسا دانشگاه؟ آقا من این نقشه کشیدم که مولا درزش نمیره، اصلا فردم داره جواب میده. بهترین نقشه، نقشه بالا کشیدن، اونم تو کشوری که بالا کشای حرفه‌ای داره. جالب شد، من دوست دارم بقیه‌شو بشنوم. آره من جذابیم نه؟ خیلی. حالا ببین چیکار کردم. یه روز داشتم تو فیسبوک میچرخیدم، من عادت دارم همیشه تو فیسبوک میچرخم، دیدم یه حاج آقای به اسم جواد منطق و ته تو صفحش پست گذاشته که شده نماینده حاج آقا تو دانشگاه شما. این عکس حکم ماموریتش هم گذاشته بود. بعد نمیشد امسال با دانشجوهای این دانشگاه مشرف شیم به خونه خدا. بعد یه دو سه روز بعدش یه پست دیگه گذاشت که مادرش فوت کرده بعد بره شهرستان. منم یه هفته فرصت داشتم با اون حکم و فتوشاپ خودم برسونم دانشگاه شما. خودتو برسونی دانشگاه ما که چی بشه؟ که دلار دولتی بگیرم برای دانشجوها دیگه. گفتم من نماینده حج و اوقافم، میتونم برای هر دانشجو $1000 دولتی بگیرم. 300 400 میلیون تومان پول جمع شده. فردا دارم میرم صرافی پولا رو بگیرم ترکیه. جفتون برید نه؟ شما گول خوردی حاج آقا. دانشگاه به شما مشکوک شده بود، ما رو فرستاد که سر از کارتون دراریم. دیدی خیلی هم زرنگ نیستی. حامد بریم. حامد؟ حامد؟ چی میگه؟ راست میگه؟ آره دیگه، باز به حماقتت باختی. عجب آدمای نامردی هستین. من دلم براتون سوخت، گفتم یه کمکی بهتون بکنم. چرا میخندی؟ حاج آقا حواست باشه نقشه‌تو به هر کسی لو ندی. شوخی کردی؟ آره ولی ما هم هستیم. یعنی چی ما هستیم؟ همه کارو من کردم، شما هستین؟ باشه پس ما فردا میریم دانشگاه لوت میدیم. حامد این چی میگه؟ نازی. نازی بی نازی حامد، ما پولمونو میخوایم. پولتونو میخوایم. باشه. ببین 20 میلیون تومن امروز پول جمع شده. تو کشه منو تو میز دانشگاه بریم ورد بدین، ولی یک کلمه دیگه راجع به موضوع حرف بزنین من میدونم با شما. خیلی خوب باشه، همینقدر برام بسته، بقیه‌اش مال خودت. آمه تو رو خدا حواستو جمع کنی، چشم ازش بر نمیداری، من فردا صبح اینجا. خدا همین کارا رو به خاطر تو کردم، قربونت برم. خدافظ حاج آقا. من میترسیدم ممکن بود دوباره میلادو از دست بدم، شاید نازی رو هم از دست میدادم. من تو این شرایط فقط میترسم. چرا این شهر لعنتی انقدر بزرگه؟ چرا همه میخوان سر همو کلا بذارن؟ چرا تو این شهر آدما هی عوض میشن و روی جدیدی از خودشون نشون میدن؟ اصلا این شهر با میلاد چه کرده؟ چرا انقدر سری نازی رو عوض کرد؟ این شهر داره با من چی کار میکنه؟ من میترسم. آقا یه مقدار سریتر. ببخشید حاج آقا، مگه رادیو داکار دیگه من 320 تا پر کنم؟ 80 تا اضافه برم وسط خیابون آتیش میگیره. میدونی چی آقا؟ نه اینکه حاج آقا عادت داره با بنز بره، این سرعته واسه سرعت نیست. آقا پر حرفی نکن، متلکم نناز و اینه دهن صاف میکنم. به پیشنهاد نازی قرار شد من همراه میلاد با کارت دانشجویی و به عنوان نماینده دانشجوها بریم صرافی و پولا رو تبدیل به دلار کنیم. نازی هم بره دانشگاه و اون 20 میلیون رو از اتاق حاج آقا برداره و یه جا همدیگه رو ببینیم. تا میلاد و نازی منو راضی کردن چند ساعتی طول کشید و میلاد که با صراف ساعت 9 قرار گذاشته بود رو به شدت عصبی کرد.
خانم با کسی کار داشتین؟ باهاجا منطقه تل کار داشتم. منطقه تل کجا بوده؟ یارو کلا تقلبی بود. تقلبی یعنی چی؟ مگه این دفترش نیست؟ طرف کلاوردار، هممونم پیچونده. کل پولامون هم رو حواس. خانم چرا بیخود شلوغش میکنین؟ آقا این بچه‌ها پولشون رو میخوان. واقعا درست؟ بیا. خانم مگه من با شما نیستم؟ بچه‌ها هر کی پول داده بیاد اینجا امضا کنه لطفاً. فکر کنم میتونم سر دانش رو کلا بذارم. آقایون خانمان لطفاً سکوت. یه لحظه به عرض بنده توجه بفرمایید. سکوت. الان حراست دانشگاه با حاج آقا منطقه تیر رفتن صرافی. ایشالا دعا بکنید به موقع بتونن گیرشون بیارن. حاج آقا شرمنده چک بین بانکی رو قبول نمی کنن. برادر من چک بین بانکی که دیگه الان خودش پوله، برایش هم شما به دانشگاه زنگ زدید ما رو تایید کردن دیگه. بله ولی تاییدی شفاهی فایده ای نداره حاج آقا. ولی دقت بفرمایید این حساب حساب دانشگاهه، ایشون هم نماینده دانشگاه. بله بله بذارید من کارتی منم که خودم تاییدیم بدم خدمتتون. بفرمایید. بله شما درست میگید. خب حالا مسئله نیست، این چک رو باید نقد کنید بریزید به حساب، فردا بیاد کارت بکشید دلاراتون تحویل بگیرید. آقا مثلا اینکه دلت میخواد بدم در اینجا تخته کنن ها، شما ما اعتماد نداری؟ بحث اطمینان نیست، یه لحظه اجازه بدید من یه صحبت دیگه کنم. شرمنده الان برمیگردم. الو چیکار کنم؟ بیشتر از این نمیتونم معطلشون کنم. زنگ زدن گفتن تو راهن الان میرسن. رفتم. دست با تردیدت گند زدی تو نقشه رفیقت رفت. صراف واسه گرفتن تایید نامه و چک زنگ میزنه دانشگاه، درست همون روز که منطقه تیر اصلی برگشته بود. میلاد محاسبش تو برگشت طرف اشتباه بود، اون هیچ وقت نمیتونه یک کار درست و بی خطا انجام بده. ولی نقشش درجه یک بود. من که خوشم اومد. میدونم شما از این چیزا خوشتون میاد. من از آدم نترس خوشم میاد حتی اگه احمق باشه. اگه اینجا بود که استخدامش کرده بودم. آخه تو خیلی سوسولی. چند وقت طول کشید آدم شی؟ من داشتم خودم واسه مهمترین اتفاق زندگیم آماده میکردم. همه چیز داشت خوب و رنگی پیش میرفت. استرس داری؟ آره. بالاخره که بعد یه روزی میدیدشون. آره میدونم، من دلم نمیخواست اینجوری باشه. همه پسرا وقتی میخوان عروسی کنن با مامان باباشون میرن خونه دختر خواستگاری، نه اینکه من بالاشم بیام خونه شما. اولا که این خواستگاری نیست، این مراسم آشنایی ساده است. دوما ناراحت نشی ها، ولی به نظرم اگه اول پدر مادر من میومدن خونه شما یه جورایی میخورد تو پرشون. آخه این چیزا خیلی براشون مهمه. اگه اول خودت ببینن عین من عاشقت میشن، اون وقت براشون مهم نیستش که تو پدر مادرت فوت کردن و مادربزرگی تو محله سطح پایین زندگی میکنی. یعنی واقعا پدر مادر تو همچی آدمایی هن؟ این چیزا براشون مهمه؟ برای پدر مادر من آبرو از همه چی مهمتره. همه تو واقعا منو دوست داری؟ باورت نمیشه؟ نمیدونم آخه خیلی ناامیدانه راجع به من و زندگی من حرف میزنی. نه خره من دوستت دارم، اینا افکار پدر مادر منه. وگرنه من عاشق خودت و دیوونه بازیات و محله مادر بزرگت هم. چی کارت کنم باورت چه؟ یه تاکسی بگیرم یخ میزنم. فشارت افتاده. چه شما که دست کمی از کوچه ما نداره، پلیس بازیه. اه. خونه ماست. چی شده؟ حامد. خانم چه سرنوشت عجیبی داشتیم، از کجا به کجا رسیدیم، اونم با یه اشتباه بابات. قصه جالبی بود.
اشتباه پدرم این بود که به سری آدم نامرد اطمینان کرد. فردای دستگیری اسمش همه جا پر شده بود. ولی هیچ کس نفهمید اصل کاری بابای من نیست. اونا انقدر قدرت داشتن که هر مدرکی علیه خودشون رو نابود کنن. اسم پدرت چیه؟ چون من این پرونده رو دنبال میکنم، شاید بتونم کمکت کنم. اون موقع که باید کمک میکردی نکردی، خودتو کشیدی کنار، همه رو قربانی کردی. اون شب پدرم اسمی رو در گوشم گفت که تا امروز هر روز و هر شب دارم بهش فکر میکنم. پدرم برای تو کار میکرد، حالا من اینجا اومدم سراغت. خوش اومدی، ولی حماقت کردی. نه، این دفعه تو حماقت کردی. قتل، دزدی، اخاذی، مواد مخدر، به همش اعتراف کردی. و یادت باشه این روزا همه جا هم دوربین هست، هم شنود. اینو برای دفعه بعدت بهت میگم. یه بزرگی میگفت اون چیزی که نتونه تو رو بکشه باعث قوی تر شدنت میشه. من وقتی میدونم تو روزی چند نخ سیگار میکشی، چند تا فنجون قهوه میخوری، فکر اینش هم کردم. بله، من اینجا چیکار میکنه؟ بگو مهمون دارم، ردشون برم. خیلی خوب، خیلی خوب، بگو بیا تو. در ضمن به پلیس تلفن بزن بگو یه متهم اینجاست، بیان ببرنش. اصلا بگو بچه های خودمون بیان ببرنش، خب همونا تحویل پلیسش بدن. باشه. من این شرکت رو سر تو با منشید خراب میکنم. اینجا چی کار میکنی؟ این همون نیست که چپ و راست به دست مس میده؟ این چیه؟ آقا مسائل خانوادگی من میرم. من اینجا پاتو بیرون نمیزم. تو توضیح بده این چیه؟ فوتوشاپ. فوتوشاپه. من معلومه که من عاشقت نیستم، مگه به خودت نگفته بودم من میمیرم برای تو؟ من بدون تو هیچم. عشق مال این بچه سوسولاست. چند نفر دشمن تو این مملکت داشته باشم خوبه؟ خب معلومه یه چیز رو سرتاشو به هم میزنن، میچسبونن، میشه اینکه آبروی منو ببرن. تو نگران چی هستی؟ من نگران خودم و تو و این زندگیم. نباش، انتقامت همین بود؟ من پدر تو رو در میارم. خانم به پلیس زنگ زد، اومدن؟ به همین سرعت؟ چه پیشرفت کردن؟ اومدم. بفرمایید. احمدی هستم. سامان احمدی. شما تماس گرفتین؟ من خبرت میکردم. شما تماس گرفتین؟ نه، من خبرت. شما مالک محترم خودروی به شماره انتظامیه؟ شماره پلاک چند بود؟ 24/24/11. بله بله بله. میشه تشریف بیارین پایین؟ نه، موضوع چیز دیگه است. تشریف بیارید پایین. منم لازمه بیام؟ شما لازم نیست. شما تشریف بیارید، شما تشریف بیارید. علی خصوص شما. سویچ. سویچ. سویچ بیرونه. خانم سویچ رو بدید به ایشون. الان متوجه میشیم، در محل مستقر باشیم. ماشین خوب بگردیم. یالا بفرم. این بازی رو تمومش کنید، چون هم به نفع شما نیست، هم به نفع هم به نفع کی؟ اصلا اینجا معلوم است چه خبره؟ براتون توضیح میدم خانم، آروم باشی. یعنی چی چیزی نیست؟ چیزی نیست آقا. یعنی چی چیزی نیست؟ بکنه پدر احمد رو در بیارم، معلومه دستون توی کاسه هست. گوش کن ببین چی میگم زرنگ، هیچ وقت یه پلیس رو تهدید نکن، علی خصوص پلیس مثل من که هیچی واسه از دست دادن نداره، مگه نه مجبور شم یه گوله بزنم تو پات. ببرینش. نه، فتوشاپه دشمن.
کل نقشتون همین بود، یک کیسه مواد مخدر، یه برگه که سفیدم پیشم داری که قد تمام چیزایی که ازم گرفتی پرش میکنم، بقیهش هم تا دو ساعت دیگه رو اینترنته. تو از بابات زرنگتری، دو سه هفته دیگه بیا پیش خودم، رفیقتم بیار، استخدامتون میکنم. اشتباه این آدم و امثال اون اینه که فکر میکنن ما قیافه هامون شبیه احمق هاست. درسته، ممکنه ما قیافه هامون، زندگیمون، کارامون شبیه احمق ها باشه، ولی خوب میفهمیم دلیل بدبختیمون کیه و چیه. پس یه روزی جلوشون وای میسیم و نمیذاریم هر کاری دلشون بخواد بکنن. فرق من و پدرم تو همینه. اون حماقت کرد و اعتماد کرد و رفت گوشه زندان، ولی ماجرای ما یک چیز دیگه است. اعتماد ما را جلب کردن به این آسونی ها نیست.